با زندانی شدن و اعلام اعتصاب غذای حمید بقایی معاون رئیس جمهور قبلی رژیم بحران درونی نظام آخوندی تشدید شد و احمدی نژاد مسئولیت سلامت و امنیت بقایی را بر عهده مقامات نظام اعلام کرد خبرگزاری دستگاه غذایی رژیم اعلام کرد دادسرای عمومی تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی روز سهشنبه نسبت به دستگیری و معرفی او جهد اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد. او ساعت هشت شب وارد زندان اوین شد. حمید بقایی همزمان در یادداشتی که در سایت احمدی نژاد منتشر شد نوشت طبق اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران رأی دادگاه بدوی, بدوی دایر بر 63 سال زندان تایید شد. تمامی فرایندهای به اصطلاح قضایی صورت گرفته بیانگر این حقیقت بوده است که هدف از انجام این اقدامات چیزی جز یک خیم شبازی کودکانه برای بدنام کردن دولت قبل نبود است احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی رژیم طی بیانیه ای اعلام کرد بقایی از بد و دستگیری و اسارت اعتصاب غذا کرده است به سراحت اعلام می کنم که مسئولیت سلامت و امنیت وی و همه زندانیان و آزادی خواهان و ادارت طلبان بر عهده مقامات نظام به خصوص مقامات قضایی است. احمدی نژاد همچنین نوشت عناصر حاکم بر دستگاه های حکومتی آشکارا از مسیر ملت جدا شده اند و به دنبال توسعه و تثبیت سلطه خود هستند. در این موضوع چپ و راست و همه جناها متحد شریک و همسو هستند. دستگاه قضایی رژیم صادق زیبا کلام از عوامل باند روحانی را به تام تبلیغ علیه نظام به 18 ماه حبس تعذیری و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. به این خبر را روز یکشنبه با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد. زیبا کلام پس از قیام دیماه تیه مصاحبه موقعیت خامنه ای را زیر سوال برده و درباره خروش مردم و جوانان در قیام دیماه گفته بود که قیام کنندگان نه تنها روحانی را قبول ندارند بلکه بالاتر از او را هم قبول ندارند نجفی شهردار رژیم در تهران استعفا داد این اقدام پس از برگزاری مراسمی در برج میلاد و احزار و محاکمه وی صورت گرفته اما نجفی گفت این استعفا به خاطر مریضی است محسن آشمی فرزند رفسنجانی رئیس شورای حکومتی شهر تهران ضمن تایید خبر استعفا به نقل از نجفی گفت که فشارهای سیاسی روی وی وجود داشت وی در مورد احتمال شهردار شدن خودش با تنه به باند غالب گفت قصد شهردار شدن ندارد چون نمیخواهد مریض شود همزمان با برگزاری اجلاس خبرگان ارتجا، آخوند هاشمزادی حریسی از اعضای خبرگان درباره اوضاع بحرانی نظام گفت ما به خانه تکانی عظیمی از بالا تا پایین نیاز داریم. این خانه تکانی باید از بالا شروع شود. این عضو خبرگان رژیم افزود، بعضی اتفاقات از پایین شروع می شود که خیلی خطرناک است. از پایین براندازی تخریب و نابود می کند تا به بالا برسد. آخوند کلانتری عضو دیگر مجلس خبرگان ارتجا نیز گفت بیش از ده میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. جمعیت هاشنشین ها به یازده میلیون رسیده است و هشتاد درصد حقوق بگیران زیر خط فقر هستند.